فصل چهارم. روح القدس صریحاً می‌فرماید که در زمان‌های آخر بعضی‌ها از ایمان دست خواهند کشید و به ارواح گمراه کننده و از تعالیم شیاطین پیروی می‌کنند. از تعالیم ریاکارانه دروغگویان استفاده کرده و وجدانشان طوری بی‌حس خواهد گردید که گویی با آهنی داغ سوخته شده است. ازدواج را ممنوع نموده و خوردن غذاهایی را قدغن می کنند که خدا آفریده است تا ایماندارانی که حقیقت را می دانند با شکرگزاری از آن غذاها استفاده کنند. در صورتی که همه چیزهایی که خدا آفریده است نیکوست و نباید چیزی را که با شکرگزاری پذیرفته می شود نجس شمرد، زیرا به وسیله کلام خدا و دعا پاک می گردد. اگر این دستورها را به برادران یادآور شوی، خادم نیکوی مسیح عیسی خواهی بود که در حقایق ایمان و تعالیم نیکویی که دنبال کرده ای پرورش خواهی یافت. اما با افسانه های کفرآمیز که ارزش بازگو کردن ندارن کاری نداشته باش. اگر می خواهید ورزش کنید، خود را در خداپرستی تقویت کنید. زیرا اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید است، خداپرستی از هر حیث فایده دارد، چون هم برای حال و هم برای آینده وعده حیات دارد. این سخن درست و کاملا قابل قبول است. بنابراین ما تقلا و کوشش می‌کنیم، زیرا به خدای زنده که نجات دهنده همه آدمیان و مخصوصا ایمانداران است توکل داریم. این است آنچه تو باید بانها دستور و تعلیم دهی. هیچ کس جوانی تو را حقیر نشمارد، بلکه در گفتار و کردار، در محبت و ایمان و پاکی برای ایمانداران نمونه باش. و تا موقع آمدن من وقت خود را صرف موعظه و تعلیم و قرائت کلام خدا برای عموم بنما. نسبت به عطیه روحانی خود بیتوجه نباش، عطیه‌ای که در وقت دستگذاری تو به وسیله رهبران کلیسا همراه با نبوت آنها به تو داده شد. این چیزها را به عمل آور و خود را وقف آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد. مراقب خود و تعلیماتت باش و در انجام این کارها همیشه کوشش کن، چون به این وسیله هم خود و هم آنانی را که به تو گوش می‌دهند نجات خواهی داد.